درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون. از واکنش جنجالی و عجیب توهی به حملات مردم بعد از حواشی اخیرش. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. بیا همو بیا همو جان شربت اون دوتا هم تو چهار دارم تک. سید حسین موسوی با نام هنری توهی که متولد ششم بهمن 1364 و در دانشگاه کامپیوتر خونده، این روزها در فضای مجازی باز هم حاشیه ساز شده. حسین توهی به همراه گروه 021 که شامل امیر تتلو و پیشرو بود و افراد دیگه‌ای هم بعدها اضافه شدن و بعد هم جدا شدن، ویدیو کلیپی رو منتشر کردند که محصول سال 84 بود و بعد از اون به شهرت رسیدن. حسین توهی در سابقه چند ساله هنری خودش همکاری‌های زیادی هم با خواننده‌های مطرحی مثل افشین، کامیار و اندی داشته. توهی از سال 88 راهی کشور امارات و شهر دبی شد تا بتونه با آزادی و امکانات بیشتری کارشو انجام بده. اون حتی یه مدتی هم به انگلستان رفت و در شهر لندن زندگی کرد، اما باز بعد از مدتی به دبی برگشت. حالا هم که گویا ساکن لس آنجلس شده. توهی در مصاحبه‌ای گفته: من متولد و بزرگ شده تهران پارسم و همه دوران کودکی و نوجوانیم رو در اون محله گذروندم. این روزها در فضای مجازی از توهی به عنوان یه آدم ریاکار و دورو نام برده میشه. آدمی که در تمام طول سال همه کار میکنه، بعد در ایام محرم با انتشار ویدیوهایی نشون میده که داره نذری هم میزنه و پخش میکنه و از طرفداران سینه چاک امام حسینه. بعد هم میگه ما توبه کردیم. اون در ویدیوهایی حتی در هیئت‌ها و دسته‌ها حضور داره، طبل میزنه و عزاداری میکنه. در زیر ویدیوی همزدن نذری و پخش کردن غذای نذری هم نوشت: اینم ظهر عاشورا، بذار بگن ریا، اگر اهل دلی نکته رو میگیری و تو هم به اطرافیانت، رفقا و مستضعفین کمک میکنی. الان چند روز با کمک دوست خوبم آقا ابراهیم و عاشقانه حسینی خدا رو شکر هزاران غذا و حتی کمک نقدی به افراد نیازمند داده شده. البته اینا رو میگم چون روزی فقط دست خداست، ماها همه وسیله ایم. شما هم در حد توانت هر وقت که میتونی عشق به ورز و دستی بگیر، بذار بگن ریا، اوکیه. من با افتخار بهش میگم تبلیغ انسانیت و تشویق خوبی کردن به هم نوع. من از بچگی همین بودم، رنگ عوض نکردم، حاشیه نداشتم، دنبال صلح، عشق و انسانیت بودم. اعتقاداتم عوض نمیشه، شاید پخته تر شه. در ضمن هر کی رو که دوست داری معنیش این نیست که باید راه اونو بری، که چه ربطی داره؟ مثلا یکی رونالدو رو دوست داره باید حتما فوتبال بازی کنه؟ بگذریم. حرف آخر این که عشق حد و مرز و مذهب و رنگ نمیشناسه. عاشق خلق خدا باش، همیشه برنده‌ای و در عرش، چه در این دنیا چه آخرت. اینم یادمون نره، من همیشه جلوی ظلم به مردم وایسادم و خاک پای هموطنانم بودم. همیشه اولین هنرمندی بودم که بی‌منت حمایت کردم و برای آزادی چندین آهنگ خوندم. هنوزم میگم به امید اون روز. عشقید، ارادت، در آرامش باشید. اما همه ما میدونیم که توبه کردن هم راه و روشی داره و نمیشه که در تمام طول سال مشغول کارهای دیگه باشی و فقط در چند روز محرم مشغول نذری دادن و کارهای خیر. هرچند که متاسفانه در فرهنگ ما ایرانی ها ریاکاری و دورو بودن دیگه جا افتاده.
و مد شده که در چند روز محرم از گناه و کارهای دیگه انگار مرخصی میگیرن. حسین توهی که قبل و بعد از محرم با انواع دخترها و سایتهای شرطبندی و قمار و کلاهبرداری و بزن و برقص مشغول بوده، حالا این روزها مشغول هم زدن غذای نذری عاشورا بوده و طرفدارانش هم خیلی ساده گفتن اجرت با امام حسین. اگر هم که پول این نذری ها رو خود حسین توهی داده باشه، اونها همه حاصل سایت های شرط بندیه. امین فردین یکی از افرادی بود که در فضای مجازی نسبت به ویدیوهایی که حسین توهی منتشر کرده بود واکنش تندی نشون داد و گفت که توهی آدم ریاکاره که در طول سال هر کاری از دستش برمیاد انجام میده و حالا در محرم این ویدیوها رو پخش کرده که به شوره ببره. هرچند که احترام گذاشتن به عقاید بقیه واجبه، اما تا جایی که دیگه توهین به فکر و شعور آدم نباشه. توهی هم استوری منتشر کرد و پاسخ بلند بالایی به امین فردین داد. اون گفته بود امین فردین داره از اونجایی میسوزه که به خاطر بیادبی‌های گذشتهش در کنسرت آلمانم راش ندادم بیاد با من عکس بگیره. امین فردین هم در موردش کلی افشاگری کرد و گفت که 90% فالوورهاش فیکن. در مورد راه اصلی درآمد و پولهاش هم که توهی ادعا میکنه پولهاش حلاله چون از راه کار و آهنگ و کنسرت در اومده، اما همه میدونن که پسر امیر شقاقی یعنی فرشید امیر شقاقی در دبی بهش کمک کرد تا سایت شرط بندی بزنه و پولدار بشه. همه ما میدونیم که اگر گوگوش و ابی و شادمهر بگن ما از کنسرت هامون پولدار شدیم قبوله، ولی کنسرت توهی کسی نمیره. برای همین مجبوره با گروه ها و خواننده های دیگه کنسرت بذاره که نهایت 6-7000 یورو گیرش بیاد. در ادامه هم امین فردین گفت که تتلو مدتی پیش وساطت کرده بود که من افشاگری توهی رو نکنم. حالا هم که به خاطر اینکه پلیس در ایران روی سایت‌های شرط‌بندی بسیار سختگیری می‌کنه و همه رو دستگیر کرده، مردمم فهمیدن که همه اینا کلاهبردارن، کارشون خابیده. برای همین تبلیغ اونها رو نمی‌کنه و میگه من توبه کردم. حالا هم اسپانسر جدید پیدا کرده و زده تو کار ارز دیجیتال. اون ویدیوی مسخره رو هم برای تبلیغات جدیدش با عروسک تتلو درست کرد که ته خنده‌دار بود. اسم تتلو رو آورد که فقط از اسمش یه سوء استفاده کرده باشه. دو روز دیگه از زندان اومد بیرون یه چیزی داشته باشه برای گفتن. وقتی هم که توهی دید آیسان اسلامی حسابی گل کرده و فالوور داره، رفت آوردش توی کلیپاش و چند تا عکس و چند تا کلیپ منتشر کرد که از فالوورهای آیسان اسلامی استفاده کنه. مردم ایران هم که تا دیروز میگفتن بیزارم از دین شما، دوباره همه رو یادشون رفته و طرفدار همه کسایی شدن که در این روزها ریاکار و دروان. البته که تعداد خیلی زیادی از کاربران فضای مجازی هم به این مسئله اشاره کردند که توهی از اون آدمای ریاکار و دروه. دین که نمیشه گزینشی باشه، مثلا نمیشه نماز و روزه و حجاب و قرآن رو قبول نداشته باشی ولی تا محرم میشه مشکی بپوشی و حسینی بشی و پای هیئت و نذری و زنجیرزنی باشی. اینا اسلام جدیدی برای خودشون دارن که بستگی داره به پول و فالوور. و البته که از همه کارهای خیرشون و کارهای امام حسینیشون هم خیلی زود پست و استوری منتشر میکنن. توهی مثل آخوندا آخرش هم نوشته قاضی خداست و همه رو سپرده به خدا، در حالی که در هنگام تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و قمار خدایی حالیش نبود. وقتی که کاربران فضای مجازی و فالوورهاش گفتن مشروب میخوری، دختربازی میکنی، تو موزیک ویدیوهات پرنستار میاری، سایت قمار و کلاهبرداری را میندازی، بعد حالا ماجرا چیه که این چند شبه حسینی شدی؟ توهی در استوری پاسخ اونها رو داد. نوشت مشروب دیگه نمیخورم، واسه سلامتی جسمی خوب نیست. دختربازی نمیکنم، تک پرم، واسه سلامت روح بهتره. تو کدوم ویدیو پرنستار آوردم؟ منو اشتباه گرفتید با اون یارو. عجب. واسه من تأثیر شعر روی اجتماع مخصوصا توی سنین پایین مهمه. حتی توی آهنگم چابلا میگم، مدیتیت میکنم، به بالا وصل خداییم. یا خدا مرسی و کلی دیگه. در ضمن سایت شرط بندی هیچ وقت راه ننداختم و فقط چند بار تبلیغ کردم. همون سایتی که رونالدو و تیم رئال مادرید هم تبلیغشونو کردن. چند سالی میشه حتی به پیشنهادهای میلیاردیشون هم نگفتم. انسان جایز الخطاست، منم اشتباه کردم. مثل یه مرد قبول میکنم. حق بدید خواننده های ایرانی هیچ درآمدی از هنرشون و حق و حقوقشون ندارن جز اسپانسر و کنسرت که اونم همیشگی نیست. قضاوت نکنید، قاضی فقط خداست، به امید حال خوب مردم، عشق، آرامش و آزادی.
تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی هم دلیل اصلی این ویدیوهای نظری هم زدن حسین توهی رو این دونستن که پیش خودش گفته شاید با سر کار اومدن مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران قوانین طوری پیش بره که من هم مثل خیلی از خواننده ها بتونم راحت به ایران رفت و آمد کنم. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر باخبر بشید.